یک فکر و یک نظر. دوستان گرامی، در شرایط کرونا در ایران 2,600,000 شغل در معرض خطر است. اینو میگویم بر اساس اخبار اتاق اصناف ایران. 2,600,000 شغل در معرض خطر است. چرا؟ به خاطر اینکه اقتصاد ورشکست ایران، محدود شدن فعالیت باز شرکت ها در این دوره‌ای که کرونا داره میتازه، فقدان کمک ها و پشتیبانی مالی جمهوری اسلامی نسبت به شرکت ها و نسبت به بنگاه ها و کارگاه ها در زمینه های مختلف، از رستوران ها گرفته و خوشویا گرفته و عکاسی ها و قنادی ها، قهوه خانه ها، کیف و کفش، مبلمان، آرایشگری، آجیل و همه و همه تا اون شاخه هایی که به صنعت نیز برمیگردند. 2,600,000 شغل. کار چه کسی است در زمانی که بحران بهداشتی وجود داره که از این نیروی کار دفاع بکنه، حمایت بکنه؟ 2,600,000 یعنی 2,600,000 کارکن، کارگر و زحمتکشی که در ایران ما کار میکنند و بنابراین اونها با خانواده ها و با زن و بچه شون یا مرد و بچه هاشون هستند و بنابراین با سرعت تمام به سوی بیچارگی گسترده و گسترده در حال حرکت کردن هستند. چرا جمهوری اسلامی کمک نمی کنه به اقتصاد ایران؟ چرا جمهوری اسلامی ایران جز ظلم نسبت به زحمت کشان ما کار دیگه ای نمی کنند؟ اگر یک حکومت با درایت می بود، می توانست با جهان امروز بسازه، پولهای نفتی خودش نگه داره، اینها رو در عرصه اقتصاد به کار ببره، ولی این شعور رو نداره. جمهوری اسلامی یک جمهوری خبیثه، فقط دزدها میخورن از این سیستم اقتصادی. مسئله مرکزی جمهوری اسلامی مردمان ایران نیستند. دوستان گرامی، با این کرونا وضعیت اقتصادی جامعه ما نسبت به آنچه که هست باز و باز و باز هم وخیمتر خواهد شد و قربانیان کنونی که در ارتباط با کرونا قرار میگن که جانشون رو از دست خواهند داد، به لحاظ بی‌لیاقتی های جمهوری اسلامی، بخش های وسیعی از مردم ایران در شرایط فلاکت و بدبختی بی سابقه قرار خواهند گرفت. 2,600,000 نفر شغل خودشون رو از دست خواهند داد. این یعنی فلاکت. چه باید کرد؟ جمهوری اسلامی باید گورش رو گم بکند. موفق باشید.